یکی دیگه از رشته های توانبخشی رشته گفتار درمانی. خب این رشته رو یه ذره کمتر بچه ها درخواست داشتن، فکر کنم به خاطر اینکه اونقدر هم نمیشناسن این رشته رو. صحبتی هم که حالا قبل از ضبط داشتیم من فهمیدم که این رشته گسترده ایه، اونقدری مثلا رشته کوچیکی نیست و اینطور که معلومه اصلا اسم فارسیش هم اونقدر منظور رو نمیرسونه. حالا میخوام خودتون معرفی کنید بعد ببینیم که چه خبر تو این رشته، بفهمیم که واقعا چه اتفاقی در این رشته بود. من امیرعلی عبدی هستم، ورودی 99 گفتار درمانی علوم پزشکی ایران بودم، دو سه ماه فارغ التحصیل شدم، در خدمت شما هستم. آدم قبل از اینکه وارد یه رشته شه به هر حال از سمت مشاورا، خانواده، اینترنت یه سری دیتا دریافت میکنه و یه تصوری براش ایجاد میشه، ولی وقتی خودش وارد اون رشته میشه بعضن میتونه این تغییر کنه و حالا با زوایای دیگه از اون رشته آشنا شه. برای شما این چطوری بوده قبل ورود به رشته گفتار درمانی و بعدش چه تغییراتی کرده؟ خب من وقتی که وارد رشته شدم اون اوایل تنها دیتایی که داشتم چیزایی بود که از مطالب متفاوت توی اینترنت پیدا کرده بودم، ولی خب بعد ورود به رشته تا همین یه سال گذشته که دیگه با همینم وارد کارورزی شده بودم شاید اینقدر در مورد رشته اطلاعات نداشتم و فکر نمی کردم اینقدر نقشش توی بعضی از مسائل و بعضی از بیماری ها حیاتی باشه. یه چیزی که وجود داره اینه که حالا همه جا همه سایت های اینترنتی، همه کسایی که رشته رو معرفی میکنن من به این بود میپردازن که گفتار درمانگر درگیر با بیماری های و اختلالاتی که برمیگرده به ارتباط، زبان و گفتار توی کودکان، در صورتی که حالا مداخلات یه گفتار درمان از آی سیوی مخصوص نوزادان شروع میشه تا آی سیوی بزرگسال که حالا تو بعضی از موارد بیماران اندستیج اونجا هم بیمارانی هم که دیگه توی بدترین وضعیت ها قرار دارم. این تصور برای من خیلی به هم ریخت اون هوایل و من فکر کردم اوکی همه چیز قرار خیلی تمیز و گوگولی و همه چی خیلی آروم باشه، ولی بعد اون با یه محیط چالشی تر مواجه شدم، چیزی که شاید سخت‌تر از اون تصور ذهنی من. حالا بخوایم ریستر بشیم توی دانشگاه، توی این 4 سال کارشناسی درسایی که میخونید چیا هست، اسمشون چیه و چه اتفاقی کلا توی این 4 سال میفته؟ ببینید مثل تمام رشته‌های علوم پزشکی درسای گفتار درمانی هم با علوم پایه شروع میشه، آناتومی و نمیدونم فیزیولوژی و بافت‌شناسی و اینجور چیزا، بعد وارد این میشین که در مورد خود گفتار و زبان اطلاعات دریافت کنین. زبان نه به معنی یه عضوی از بدن، به عنوان یه کانسپت، یه مفهوم، لنگویج بیشتر. بعد اون شروع می‌کنه در مورد رشد گفتار زبان، حالا از بدو تولد تا زمانی که کامل میشه یاد میگیرین. بعد از اون دیگه شروع میشه در مورد اختلالات متفاوت خوندن. کل گفتار درمانی اگه بخوایم به 4 تا حیطه اصلی تقسیمش کنیم، مداخلات گفتار درمانی برمیگردن به مداخلات مربوط به لنگویج یا زبان، مداخلات گفتار یا اسپیچ، مداخلات مربوط به صوت و حالا صدا و حنجره و اینها، و مداخلات مربوط به بدن. هر کدوم از این پاتولوژی ها جداگانه تو واحدهای جداگانه تدریس میشه، حالا یه گاهن بعضیشون توی یه واحده، بعضیشون توی واحدهای متفاوته، آخرش یه جورایی همه چیز پاتی میشه با هم. بین این واحدهای درسی خودتون بیشتر با کدومش حال میکنین و چرا؟ واقعیتش هر کدومش برای من یه جور خاصی جذابیت داشته، ولی من با آفازی و آپراکسی بیشتر، آفازی و اختلالات حرکتی گفتار بیشتر حال کردم. در مجموع من حیطه نورولوژی مغز و اعصاب و اینا رو خیلی بیشتر دوست داشتم همیشه. بعد آفازی، آپراکسی و دیزارتری سه تا اختلالی هن که پیچیدن. آفازی واقعا یه مسئله پیچیده است که هر چقدر بیشتر در موردش میدونی میفهمی که اوکی قرار نیست هیچ وقت بفهمی چه اتفاقی داره توی اختلالی میفته، و چون مستقیما برمیگرده به عمل کرده مغز و آسیبای مغزی، من این درس رو بیشتر دوست داشتم. مرسی از بچه های رابین که این بسته رو برای ما فراهم کردن. ما اولین باره که خب تو همچین محیطی هستیم. کافه رابین هم میخوام به توضیح بش بده در موردش بدم، نزدیک تئاتر شهر، یعنی از مترو تئاتر شهر میاد فکر کنم یه 500 متر فاصله داره، سواره کمی فاصله داره، دسترسی خوبی داره، خب خیلی به از دانشگاه نزدیکه. حالا برای اطلاعات بیشتر خودتون میتونید پیجشون رو ببینید، باهاشون آشنا بشین. خیلی ممنون از بچه رابین. یه سوال دیگه ای که داریم اینه که این رشته چقدر سخت و وقتگیره. حالا بخوایم به نسبت رشته‌های دیگه بگیم، خب مثلا رشته پزشکی رشته سخت و وقتگیری واقعا حساب میشه و شاید خیلی نشه به بقیه کارها شدن برسه بخواد سر کار بری. اینا از طرفی باز رشته‌های دیگه تجربه هم هست که میشه سر کار رفت کنارش یا مثلا یه علاقه دیگه رو ادامه داد. توی رشته گفتار درمانی چه جایگاهی داره توی این طیف؟
ببین خیلی وابسته هم به دانشگاه هم به خود دانشجو به نظر، یعنی حتی مثلا تو رشته‌های خیلی سخت مثل پزشکی هم یه سری بچه‌ها اصلا خب کلاسو میپیچونه، طرف با 10 12 پاس میشه، این حالت رو شما میتونی داشته باشی، میتونی هم یکم سفت و سخت بچسبی. در کل گفتار درمانی شاید متوسط رو به سخت باشه، جایی سخت میشه که شما دیگه وارد هیته تخصصی میشی، یعنی یه سری از اختلالات به خصوص اختلالات زبانی، یه سری چیزایی مثل آفازی که داشتم صحبت میکردم، مواردی که واقعا سنگه، یعنی من خودم برهای زمانی متفاوتی تایمه که مثلا ترم 6 بودم، ترم 3 بودم، ترم 5 بودم، واقعا تحت فشار بودم و اذیت میشدم، ولی خب از طرفی هم من آدمی هم که بیرون کار میکردم، بعد فعالیت دانشجویی هم داشتم، نمرم هم بدک نبود، خوب بود، نستم پسش بر بیام، اما به نظر خودم خیلی وابسته به دانشجوه. ولی خب مثلا میشد که مثلا ترمش ما اکثر روزا تا ساعت 5 کلاس داشتیم دیگه، قطعا بعدش تایم خالی برامون نمیدن بمیتون. خب صحبت خود دانشگاه شد، دانشگاه چقدر تو این رشته تاثیر داره؟ حالا یکی بخواد شهرستان بخونه، یکی خود دانشگاه تهران، یکی آزاد، تا قبلش اصلا چه دانشگاهی این رشته رو ارائه میدن؟ گفتار درمانی فقط تو دانشگاهی روزانه ارائه میشه، خیلی محدود بچهای دانشجوی پردیس هم میگیره، دانشگاه آزاد هیچ کدوم از رشته توانبخشی رو ندارن، خب گفتار درمانی هم همینطوره. در مورد دانشگاه میدونم که تو تهران خود علوم پزشکی تهران داره، علوم پزشکی ایران داره با توانبخشی و بهزیستی، مشهد، شیراز، اصفهان و اهواز اینا هم دارن. در کل پذیرشش نسبت به رشته‌های مثل پرستاری و بچهای پیراپزشکی کمتره، تعداد محدودتری پذیرش داره. همون بحث تایمه، بحث سختگیریه و اینا خب خیلی وابسته به دانشگاه. مثلا علوم پزشکی ایران تو دوره کارورزی به وضوح نسبت به بقیه علوم پزشکی‌های سطح تهران سختگیری خیلی بیشتری داره. تو اردیبهشت ما یه جشن روز گفتار درمانی بود با بچهای علوم توانبخشی با هم بودیم، بعد مقایسه که میکردیم میدیدیم ما حجم بیشتری از تایممون رو کارورزی میگیره و سخت گیری مثلا توی پرونده نوشتن و گزارش دادن و اینا تو علوم پزشکی ایران بیشتر بود. اما علاوه علمی و تخصصی هر دانشگاه به صورت مجزا آدمای قدر خودش رو داره، مثلا دانشگاه علوم پزشکی اصفهان توی هیته شکاف کام خیلی قویه، دانشگاه ما توی هیته پارکینسون دکتر صفاریان هست، وایس دکتر ترابی و دکتر قلیچی هستن، دیسفاژی یا اختلال بعد مثلا دوباره فرد دکتر قلیچی هستن، تو اینا قوت بهتری داره. یکی دیگه از سوالایی که ما داریم اینه که فاصله بازار کار با دانشگاه چقدر، اون چیزایی که تو دانشگاه میخونید چقدر با بازار کار فاصله داره؟ در کل اگه در مورد این مسئله بخوام بگم، یه نکته‌ای که وجود داره اینه که تو همه رشته های مربوط به علوم پزشکی بین اون چیزی که تو میخونی و اون چیزی که میبینی همیشه تفاوت وجود داره، یعنی اصلیه که خود اساتید هم بهش خیلی اشاره میکنه، فیزیولوژی و آناتومی بدن هر آدم منحصر به فرده، هر چیز متفاوت میشه و به قول ما پیور اون چیزی نیست که تو خوندی، بر همینه که یه مقداری چالشیشون میکنه. توی کارورزی ها اگه خود دانشجو هم براش مهم باشه واقعا آدم دستش میاد که چیکار کنه، چجوری کیس و بیمار رو منیج کنه، حل فصلش کنه. علاوه بر اون یه طرح هم هست که متاسفانه اجباری شده، بلافاصله بعد فارغ التحصیلی بچه دو سال بعد اجبارا تن رو ببند که همین چیز بدی هم میتونه نباشه، اگه حالا به نگاه به دیده یه تجربه بهش نگاه کنیم چیز خوبیه، ولی آره در مجموع این شکلیه که بازار کار نسبتا خوبی داره. اما مثل همه رشته‌های دیگه سطح مهارت و سواد و دانش خودت هم خیلی مهمه. حالا راجع به بازار کار صحبت شد، فن بیان هم مربوط به شماست؟ یعنی حالا دوره فن بیان یا چیزی؟ دوره فن بیان شاید نه، ولی اختلالاتی که برمیگرده به نحوه تولید صدا و حرف زدن، نمیتونم گرفتگی صدا، همه اینا برمیگرده به ما. یه پست اینستاگرام صداشون نازه. دقیقاً همون آره. مثلا اون برمیگرده به یکی از ایتهای کار ما و اگه اختلال باشه با ما. همه ما داریم، یعنی اصلا وجود داره تو همه دنیا کسی که خواننده است، مجری، مداح، یه وایس تراپیست که درمانگر صدا میشه که بازم گفتار درمانگر باید حتما کنارش باشه، وگرنه خب درگیر اختلالی متعددی میشه. بعد تو این رشته حالا تو فیلدهای مختلف کاریش دوره آموزشی هستش که بچه‌ها بتونن خارج از دانشگاه اصلا بدون اینکه بخوام مسیر دانشگاه بگذرونن واردشون بشن و تو پوزیشن‌های حالا کاری مربوط به این رشته فعالیت کنن؟ ببین نه، ما همچین چیزی توی نداریم. شما نمیتونی به عنوان یه تکنسین فعالیت کنی چون
اختلالاتی که کار میشه باهاش عموماً اینقدر هر فرد با فرد دیگه متفاوته و یونیکه که تو باید یه نگاه جامع داشته باشی و بتونی اون نقص‌ها و مشکلات و آسیبایی که وجود داره رو جداگانه بتونی تحلیل کنی و در بیاری و حل و فصلشون کنی. گفتار درمانی هم مثل بقیه رشته‌های علوم پزشکی از این قاعده مستثنا نیست که یه سری دلشون میخواد وارد بشن با به اسم حالا طب سنتی و طب فلان و اینجور چیزا مداخله کنن، اما تا جایی که من دیدم هیچ وقت جوابگو نبوده و آسیب زننده بوده. ماهیت اختلالاتی که برمیگرده به ما و درمانش با ماه ماهیت واقعا پیچیده ایه. این نیست که من بگم که اوکی با فلان دارو و فلان دارو حل و فصل میشه. مثلا خود لوکنت هیچ دارویی برای درمانش وجود نداره، آفازی هیچ دارویی برای درمانش وجود نداره. اختلالی مثل اوتیسم فقط داروهایی هست که حالا اون تکانشگری اینا رو کمتر کنه، چیزی برای درمانش وجود نداره. بنابراین فرد به عنوان یه تراپیست باید یه نگاه جامع و کامل داشته باشه بتونه این کار رو انجام بده. اینقدر گسترده است که تا PhD و پست داک هم رشته پیش میره. ما خودمون این شکلیه که شاید اسمن بگیم خب من گفتار درمانگرم، اما به مرور تو تخصصی روی یه اختلال کار میکنه، تخصصی روی اختلال وایس کار میکنه، تخصصی روی لنگویش کار میکنه، چون امکان نداره تو بخوای همه اونا رو اکسپرت بشی بتونی کیس های خیلی سختش رو منیج کنی. بچه‌ها با کارشناسی چقدر میتونن وارد حوزه کار بشن؟ و اگر ارشد بخونن رو اشاره کردن که داره تا پستاک هم داره، با اون کارشناسی چقدر میتونن وارد بازار کارشن؟ چون یه سری رشته هست با کارشناسی دیگه تمومه. این تو این رشته چجوریه؟ نیاز داره به ارشد؟ چقدر نیاز داره به ارشد برای ورود به بازار کار؟ برای کار بالینی میتونه نیاز به ارشد نداشته باشه. فرض خیلی وابسته به اون علاقه خودش، خود اون آدمی داره که داره درس میخونه. توی یکی دو سال اخیر یه سری محدودیت ها برای دانشجوی کارشناسی ایجاد شد ولی بعد اون برداشته شد و اصلی دلیلش هم تعداد کم گفتار درمانگر تو ایرانه. یعنی ما کلن 3000 خورده کل نظام پزشکی گفتار درمانی داریم. از این 3000 خورده یه سری ها کار نمی کنه، یه سری ها ایران نیستن، این شکلی که یه سری از اختلالات رو هر کسی نمیتونه. مثلا اختلالی مثل دیسفاژی یا اختلالی مثل وایس چون یه مقداری درد سر داره کمتر کسی ورود پیدا میکنه بهش. برای این عملا ممکن نیست که بچه ها رو بخواد محدود کنه. من شهری که سالی که خودم قبول شدم تو شهر خود ما اصلا گفتار درمانگر نبود و هنوزم خیلی از شهرهای ایران هستن که نداره و الان هم که تو شهر ما گفتار درمانگر هست، ما نه وایس تراپیست داریم، نه دیسفاژی تراپیست داریم، نه کسی داریم که نورولوژی بزرگسال کار کنه. صرفاً اون همکاری که اونجا هست کودک میبینه، هرچند که بقیه بیماران هم میتونن مدیریت کنن ولی خب ترجیحشون دادن و کودک شدن. همونطور که تو آخرین جملاتتون اشاره کردین، این رشته مثل که هنوز اونقدر جا نیافتاده و خیلی جای پیشرفت داره. به طور کلی آینده شغلی این رشته چطوریه؟ هم حالا افقی که براش در نظر میشه گرفت، همین که فیلدهای کاریش چطوریه، بچه‌ها کلا چه کارهایی میتونن انجام بدن بعد از اینکه حالا تحصیلات تکمیلی این رشته رو گذروند. ببین در مورد جا افتادنش باید بگم که الان وضعیت خوبی داره رشته نسبتاً، هرچند که هنوز جایگاه خودش رو پیدا نکرده. ولی بعد از اینکه فارغ التحصیل میشن بچه‌ها میتونن تو شیت‌های خیلی متفاوتی کار کنن. یعنی تو میتونی بری بلع نوزاد ببینی، بچه‌ای که نارس به دنیا اومده، تازه به دنیا اومده رو درمان کنی، میتونی کودک ببینی، اونو منیج کنی، میتونی شکاف کام ببینی و اونو حل و فصل کنی، میتونی اختلال تولید ببینی، میتونی لوکنت ببینی. دست کسایی که این رشته رو میخونن نسبتاً بازه، به شرط اینکه فرد حوصله داشته باشه. یعنی تو یه صبر خاصی نیاز داره برای این درمان. گاهن ما داریم که یه بیمار 3 سال نیاز بیاد و بره، چون اختلال پیش روند است. یه بیمار مثل بیمار پارکینسون، مثل بیماری که آلزایمر داره، این بیمار خود دائما داره وضعیتش بدتر میشه و باید تحت نظر باشه دیگه. تو 3 سال، 4 سال، 5 سال و متأسفانه تا آخر عمر این بیمارا کنارت هستن. بنابراین خیلی نیازه که بتونی کنار بیای و صبر و حوصله کافی رو داشته باشی. و نکته مهمش اینه که مریض 5 دقیقه نمیاد تو اتاق تو مینیمم نیم ساعت با مریض بسر کنده بزنی و بعد ببینیم میتونی از پس این بردیایی. یه موضوعی که خیلی بحثش داغه و برای بچه ها بعضا خیلی مهمه بحث اپلای کردنه و کلن مهاجرت و اپلای این رشته چطور امکانش هست؟ ببینید امکانش وجود داره که اپلای کنن. ما توی همین یه سال اخیر من 2-3 تا از کسایی که میشناختم و رفتم از ایران
دو تا رفتن آمریکا، یکی رفت استرالیا، دو تا دیگه از دوستام دارن میرن آلمان. ولی در کل اگه هدف هر کسی مهاجرت کردن باشه، بهش توصیه میکنم با توجه به شرایط جدید وزارت بهداشت اصلا سمت رشته های علوم پزشکی نیاد، چون تو یه طرح دو ساله داری که توی این دو سال ممنوع خروجی از کشور و بعد از اون هم یه تعهد داری که غیر قابل خریدنه. یعنی من همگری حبی که الان اینجا نشستم تا 8 سال آینده تعهد دارم که توی ایران توی یه منطقه‌ای که حالا منطقه 3 باشه کار کنم، 8 سال برام بیمه رد بشه، بعد 8 سال مدرکم آزاد میشه. تا قبلمون انگار با یه آدم دیپلمه هیچ فرقی نمی‌کنه. من خودم به شخصه وقتی که فکر میکنم و میگم اوکی من اگه میخواستم مهاجرت کنم، یقینا علوم پزشکی جای اشتباهی بود. هرچند که وضعیت اپلای کردن خوبه، اگه کسی بخواد بره، من ندیدم تا حالا کسی تلاشش رو کرده باشه و نشده باشه. ما یه نفر داشتیم که رفت ژاپن، بعد از ژاپن رفت آمریکا، یکی رو داشتیم که یکی دیگه همطور مستقیم رفت آمریکا، آلمان، کانادا. زیاد من دیدم، یعنی 3 نفر رو مستقیم تو همین 6 ماهی سال اخیر دیدم، ولی از اولی که اومدم چون رشته بالای 10 نفر رو دیدم که از ایران رفتن. با این حال که حجم ما خیلی کم، یعنی ورودی ما 15 نفر بود و 15 نفر مثلا استاد راهنمای ما تعداد تو خیلی زیاده، حالا ببین بقیه چرا کمترن. ولی برای اپلای کردن علوم پزشکی نیاین، فرار کنین هر جا دیگه میخواین برین به نظر. حالا در نهایت با در نظر گرفتن همه اینا، از اون مهاجرتش که گفتین، از آینده شغلیش، از خود حالا طول تحصیلی که بچه‌ها دارن، این رشته رو به چه کسایی پیشنهاد می‌کنین و به چه کسایی پیشنهاد نمی‌کنین با توجه به روحیاتی که دارن، استعداد و علایقی که دارن؟ آره گفتم صبور بودن خیلی مهمه. واقعیتش اگه بگم به کی توصیه می‌کنم به کی توصیه نمی‌کنم، نمی‌تونم هیچ طیف خاصی رو بگم. افراد باید خودشون ببینن میتونن با این اثر کنار بیان یا نه. من یه چیزی که همیشه احساس میکنم اینه که توی کار ما و رشته ما همدردی کردن خیلی مهمه. یعنی میگم تو قرار نیست 5 دقیقه با یه مریض باشی، بعد دارو بهش بدی، 2 هفته بعد بیاد دوباره 5 دقیقه ببینی و این هاست. نمیگم اون شنش پایینی یا هر چیز دیگه ای ها، ولی میگم که گاهن یه مریض رو هر روز روزی نیم ساعت داری میبینی، میتونی با این کنار بیای که مادرش، همسرش، خواهرش، هر کسی که بالای سرت داره گریه و زاری میکنه، یا میتونی با این کنار بیای ببینی که چشم امید یه مادر بچه‌ای که اوتیسم داره به اینه که یه کلمه مثلا یه بار مامانش رو صدا بزنه، یه بار کلمه مامان و بچهش بگه. من برای خودم خیلی سنگین بود اون اوایل، خیلی اذیت میشدم. من آدمی ام که سفت و سختم تو کار کردن، به قول یکی از دوستام ترسناک میشم وقتی دارم کار میکنم، اما یه جاهایی میموندم واقعا. مادری که بچهش 9 سالشه هنوز چی نمیگه، نه خب برای این مادر خیلی سنگینه. حالا تو بیا کنترل کن که خودت هم احساساتی نشی توی این لحظه. به نظرم بهترین راه اینه که برن هر چیزی که میتونن پیدا کنن، شدیدترین سطح اختلالات و چه اوتیسم، چه سندروم دان، چه حالا بزرگتر مثل پارکینسون و ام اس و اینا رو ببینن میتونن با این مسائل کنار بیان یا نه. کار کردن تو رشته‌های علوم پزشکی توی بیمارستان و اینها تعطیلی نداره. من یادم کارورز بودم یه بیمارستانی، بعد همون دو برهی بود که بین ایران و اسرائیل تنش ایجاد شده بود، بعد یکی از پرستارامون گفت یعنی چی؟ همه دنیا رو تعطیل میکنن ما بازم باید بیایم سر کار؟ یعنی تر همه اینا نوشته مرکز درمانی مستثنا. البته که رشته این ما یه حالت کلینیکال داره، تو میتونی تو کلینیک فقط کار کنی و از اون تعطیلی ها اونا هم استفاده کنی و آزاد باش. نمیشه به کس خاصی توصیهش کرد و یا کسی رو من کرد از بودیدش. آدم ها خودشون فقط متوجه این مسئله میشه. من هنوز با این حال که خیلی رشتم و دوست دارم، خیلی دارم توش جون میکنم، یه جاهایی خیلی تلاش کردم، یه جاهایی یه وقتایی برمیگردم میگم که همیاری حد پیچش درسته یا نه، هنوز یه جایی برای خودم سوال میشه و میدونم که فقط برای من نیست، چون شرایط رشته‌های توانبخشی به خصوص رشته مثل گفتار درمانی شرایط خاصیه. تیپی که پزشک و پرستاری که شما میبینید نیست، چیزیه که عموما ما هیچ کدوممون هیچ وقت ندیدیم، مگه اینکه خدای نکرده کسی رو داشتیم که درگیرش. در انتها، حالا از انتخابتون راضی هستین و آیا صحبتی با بچه‌ها که دارن این ویدیو رو میبینن، احتمالا خیلیاشون هم انتخاب رشته دارن و خیلیاشون علاقه‌مندن به این رشته، کلا اگه صحبتی با اونام دارین؟ من خیلی راضیم.
حتمه اصلی برای خودم دارم اینه که تو لحظه بهترین انتخابو میکنی. روزی که من انتخاب رشته کردم، بهترین انتخابم توی اون لحظه برای اون ردیف گفتار درمانی علوم پزشکی ایران بود. بعد از ورودم به این رشته و وارد شدنم به دانشگاه، منهای بحث کاری و تحصیلی چند تا استاد داشتم که فوق‌العاده ازشون یاد گرفتم، چه از لحاظ اخلاقی چه از لحاظ علمی. امیرعلی حبیبی که اینجا نشسته حاصل اون انتخاب دیگه. فکر نمی‌کنم جای بدی وایساده باشه قدام نسبت به همسن سالای خودم. برای بچه‌هام میگم که سخت نگیریم به خودتون واقعا. قرار نیست خیلی خودتون رو اذیت کنین. هرچند میدونم که این حرفاش تأثیری روی استرس شما نداره. منم تو این دوره هم میگم استرس نداشته باش، نگران نباش، درست میشه. لعنتی چی داری میگی؟ دارم به فنا میرم این وسط. ممکن نیست استرس نداشته باشین. اما بی هوا نرین تا میتونین تحقیق کنین، ببینین، به حرف این اون گوش ندین. من یادم من یه بار رفتم مشاور، یه رشته ای رو بهم معرفی کرد. وقتی که من وارد دانشگاه شدم فهمیدم که این رشته عملاً توی ایران متاسفانه این شکلیه که بعد فارغ التحصیلی تو بعد بری کار آزاد، 4 سالی که درس خوندی به هیچ دردت نمیخوره. در صورت اون بشر به من میگفت که نه برو، این شیلی فوق‌العاده است، همه الان نیاز دارن بهش و من هم علاقه بهش نداشتم. متاسفانه بعضی وقتا مشاوره کنکور فقط برای اینکه آمار قبولی خودشون رو ببرن بالا حاضرن شما رو تو هر رشته بفرستن. دقت کنین، خیلی ریزبینی باشین ولی خودتون رو اذیت نکنین به نظر، و خوب فکر کنین. اگه میخواین مهاجرت کنین سمت علوم پزشکی نیاین. اگه آدم کم حوصله‌ای هستین سمت علوم پزشکی نیاین. اگه فکر میکنین که دیدن درد کشیدن یه نفر براتون خیلی سخته سمت علوم پزشکی نیاین. یه چیزی رو که باید قبول کنین اینه که برخلاف خیلی از رشته شما یه وقتایی شاید 3-4 ماه یه بار بتونین برگردین خونه. مثلا خیلی از بچهای مهندسی، بچهای فرهنگی این شکلی هستن که ماهی یه بار میتونن برن. ما ممنوع تو دوره کارورزیمون ممنوع و غیبت، یعنی حتما داریم غیبت کنیم. مگه اینکه دیگه دلیلش خیلی مهم باشه که اونم بعد با جبران کردن، جبرانی رفتن و اضافه رفتن حل و فصلشون. همه این مسائل رو ببینیم. واقعا گفتار درمانی و هیچ کدوم از اون رشته های علوم پزشکی اون اتفاقای جذاب و رنگی پنگی و اون لبخند بیماری که توی اینستاگرام میبینیم نیست. خوش دادن و کتک خوردن و دوا خوردن اینا هم خیلی زیاده توش. فقط محتاط بشین به نظرم. خیلی ممنون از وقتی گذاشتین. خیلی مصاحبه جالبی بود برام. منی که اصلا هیچ ایده‌ای در مورد این رشته نداشتم، واقعا در طول مصاحبه خیلی برام مسیر خیلی جالبی داشتش. ممنون از وقتی گذاشتین. امیدوارم که این ویدیو خیلی کمک کنه به آگاهی بچه‌ها، چه بسا که اصلا باعث بشه که با تمام این توضیحات یک سری مایل بشن بیان گفتار درمانی و اون راه درستشون مشخص بشه. خیلی ممنون بازم از وقتی گذاشتین. خدافظ بچه‌ها.